عاشقی برادرم زندگی مرا تباه کرد. داستان واقعی. شنونده های عزیز افغانستان ژورنال، سلام بر شما. در این برنامه داستان را به خوانش میگیرم که نمونه ای از دهها واقعیت عینی در جامعه افغانستان است. قبل از شنیدن داستان، کانال افغانستان ژورنال را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید. داستان آغاز می شود. نویسنده فرشته غنی. بعد از فرار دادن یک دختر توسط برادرم، دشمنی بین دو خانواده آغاز شد. در نتیجه مرا اختطاف کرده و به قمندان محلی فروختند. داستان را شروع می کنم. ما در یکی از ولسوالی های ولایت کندهار زندگی می کردیم. دختران زیاد علاقمند درس خواندن نبودند. همه دنبال هنر دست بودند. یخنهای دست دوزی آماده می کردند. این کار را برای آغاز یک کاروبار نمی کردند، بلکه دختران جوان برای همسر آیندهشان یخنهای زیبا آماده می ساختند. خامک دوزی در آنجا زیاد رواج بود. با وجود که هر دختر کوشش می کرد یخن ظریف و کلان برای همسرانشان آماده کنند، اما به درد و ضعیفی چشم هم روبرو می شدند. مراجعه به دکتر چشم و گرفتن عینک هم عیب شمرده می شد. یکی از خانواده ها دختری به نام شکریه داشت که به خاطر درد شدید چشمانش او را نزد دکتر بردند. وقت دوباره برگشتند، شکریه عینک به چشم داشت. بعد از دیدن عینک در چشم شکریه، دیگر هیچ کسی دلخوش نکرد که شکریه را به پسرشان خواستگاری کند. آنجا دختران در سنین مختلف به ازدواج داده می شدند. دخترانی که عمرشان از 13 تا 16 ساله بود قیمت بلند داشتند. پدرانشان می توانستند تا 20 لک کلدار هم تویانه بگیرند. دامادها متفاوت بودند. بعضی دامادان با عروسشان تا 40 سال تفاوت سنی هم داشتند. من هم دختری بودم که به تازگی 15 ساله می شدم. یک خواهر بزرگتر و سه خواهر کوچکتر از خودم دارم. آنجا کسی حق انتخاب همسر را نداشت. حتی پسران خانواده هم جرأت نمی کردن دختری را به دل خودشان به ازدواج بگیرند. اما برادرم این رسم را از بین برد. دختری را در قریه بالاتر از ما دوست داشت. هر دو عاشق هم بودند. پدر دختر آن را با پسر کاکایش نامزاد ساخت. برادر من هم او را فرار داده به خانه آورد. بعد از همان اتفاق دشمنی بین ما و خانواده پدر خانم برادرم آغاز شد. برادر کوچکم را کشتند و برادران و پسران کاکای ما هم دو تن از مردان خانواده آنها که یکی برادر و دیگر کاکای خانم برادرم می شدند را کشتند. اگر بزرگان قوم دخالت نمی کردند، این دشمنی کشته های زیاده در پی می داشت. ظاهراً بعد از میانجیگری بزرگان قوم، دشمنی به اتمام رسید و هر دو خانواده به هم قول برادری دادند. یک روز وقت ما و مادرم به خانه خواهرم می رفتیم، در راه افراد نقاب پوش مسلح ما را استاد کردند. در اولین دیدار این آدم ها برای من آنقدر مهم نبود، چون افراد مسلح زیاده در منطقه ما بود و باش داشتند. اما وقتی مادرم را پس زد و مرا به موتر انداختند، فهمیدم زندگیم به تباهی کشانده می شود. آن روز نمی دانم مادرم چی وضعیت داشت. در خانواده ما چی محشر برپا شده بود. اما من دیگر در چنگال آدم های وحشی افتاده بودم. آنها مرا به یک خانه بردند که همه افراد مسلح در آنجا بودند. چیغ و فریاد زدم اما فایده نداشت. در یکی از اتاقها زندانی هم ساختند. دروازه کهنه ای داشت. چون دروازه در جاهای مختلف شکستگی داشت، دروازه را با دست زدم که باز کند و مرا رها کند. اما مثل که همه کر شده باشند. جواب نمی دادند. صدایم در اتاق می پیچید. از شکستگی دروازه بیرون را دیدم. یکی از نقاب پوشان برادر خانم برادرم بود. ما او را در وقت جرگه صلح در خانه خودمان دیده بودم. با وجود در آن زمان اجازه نداشتیم با آنها نگاه کنیم، اما خانم برادرم وقتی از کنج پرده آشپزخانه به بیرون می دید،
برایم گفت که او برادرش است. باز هم دروازه اتاق را زدم و چیغ و فریاد سر دادم که اگر دلش بسوزد مرا از آنجا بکشد. اما برادر خانم برادرم رفت. یکی از افرادشان که خیلی خشن بود نزدیک آمد و گفت آرام می باشی یا که بلای سرت بیارم که دیگه نفس کشیده نتانی. من فکر می کردم در مورد کشتنم حرف می زنن. با صدای بلند گفتم بله، اگر مرد سی مرا بکش. فرد مسلح نزدیک ما آمد و می خواست بدنم را لمس کند. با چیغ و سرزدن و واویلا او را از خود راندم. از طرف هم یک مرد دیگر آمد و به این یکی گفت که اساق گفته به دختر ضرر نرسانه. می فهمیدم دروغ می گویند، فقط می خواستن تظاهر کنند که مرا نمی کشند و یا برایم ضرر نمی رسانند. اگر قرار بود به من ضرر نرسانند پس چرا مرا اختطاف کردند؟ تقریبا یک هفته آنجا بودم. روز بعد دهانم را با تکه بسته کردند، یک لباس مردانه را برایم دادند که آن را بتنم کنم و مرا سوار موتر ساختند. چیزی را دیده نمیتانستم چون چشمانم را نیز بسته بودند. مرا به یکی از افراد دیگر تسلیم کردند. اصلا نمیفهمیدم گپ از چی قرار است. اگر کوشش میکردم از شنگ آنان رهایی یابم مرا لت و کوب میکردند. وقت تسلیم دادن من به شخص دیگه هم زیاد کوشش کردم خودم را از چنگال آنان رها کرده و فرار کنم، اما با چیز بسرم کوبیدند که از حال رفتم. وقت دوباره چشمانم را باز کردم در موتر در نزدیک یک خانم نشسته بودم. میخواستم چیخ بزنم که چیزی را به دهانم ریختند و دوباره بیهوش شدم. مرا تسلیم یکی از قماندانان محلی کرده بودند. نامش قماندان ظفر بود. او سه خانم دیگر هم داشت و مرا هم به حیث برده جنسی خودش به این خانه آورده بود. اصلا نمی فهمیدم به کجا آمدیم. حق نداشتم با کسی حرف بزنم. در خانه زندانی بودم که یک اتاق، آشپزخانه و تشناب داشت. دهلیز این خانه از بیرون قفل بود. کلیدش فقط نزد قماندان می بود. کسی دیگری هم حق آمدن به این خانه را نداشت. کلکین‌ها پنجره آهنی داشتند. از آنجا صحنه حولی را دیدم می تانستم. سه زن دیگر قماندان بیرون از این اتاق بودند. تفل داشتن و گاهی هم صدای گاو را می شنیدم. کسی نزدیک کلکین خانه ما نمی شد. قماندان ظفر بعضی وقتها با خنده و بعضی اوقات با خشونت تمام با ما رفتار می کرد. غذا را یا از بیرون می آورد و یا در آشپزخانه آماده می کردم. در روزهای اول پرخاشگری می کردم و می خواستم از آنجا بگریزم. چندین بار به دروازه زدم که اگر باز شود، اما به حد لط و کوب شدم که چند روز از جایم بلند شدن نمیتانستم. چند بار هم از کلکین به بیرون چیخ زدم که مرا از آنجا بکشند. بعضی اوقات زن می آمد و لباس را در تناب هموار می کرد و خیلی بی‌پروا از آنجا می رفت. حتی یک بار هم به طرفم نمی دید. یک بار یک دخترک 7 ساله که در صحن حولی بازی می کرد متوجه چیغ و فریاد من شد. نزدیک ما آمد، اما قبل از اینکه برش چیز بگم مرد از پشت سر کودک آمد و با عصبانیت او را بلند کرد. دختره چیغ زد. زنه از آن طرف حولی که حتما مادر دخترک بود آمد و او را به آغوشش کشید. مرد خشن به آن زن به صدای بلند گفت او زن، ای دخترت هم میکشم. اگه باز ای طرف بیایه قماندان کل مرا خواد کشت. از ترس پرده کلکین را کشیدم و داخل اتاق گریه کردم. گریه هایم را هیچ کسی نمی شنید. حتی فکر می کردم خدا هم به حالم دلش نمی سوزد. قماندان هر باری که مرا مورد تجاوز قرار می داد برایم قرص ضد بارداری می داد. همیشه از آن قرص ها می خوردم. زیادتر وقت نشه می بود و گاهی حس می کردم از لت و کوب کردنم لذت می برد. او مرا لت و کوب می کرد. وقتی گریه و زاری می کردم به من می خندید و باز هم شدت لط کردن را زیاد می کرد. آدم روانی بود. بعضی وقتها سیگارش را در بازویم خاموش می ساخت. من با آن وضعیت عادت کرده بودم. اجازه خودکشی را هم نداشتم چون برایم هشدار داده بود که اگر دست به خودکشی بزنم خواهرم را هم اختطاف خواد کردند. همیشه خاموش می ماندم. همه درد و غم را در قلبم نگه می داشتم. 3 سال را در آن خانه سپری کردم.
یک بار به مدت درست قمندان را ندیدم. هیچ به خانه نامد. قلبم کمی آرام گرفته بود. در اتاق نشسته بودم که آهسته آهسته کلکین اتاق زده شد. وقتی دیدم زن جوانی بود، اشاره کرد که نزدیک دروازه برم. دروازه را باز کرد و بسیار آهسته برایم گفت مرا هم اختطاف کرده به این خانه آوردند. حالا 3 کودک دارم. فرار کردن نمیتونم. اما تو از اینجا میتوانی بروی. او گفت در وقفه نان 2 تن از افراد قمندان به اتاق میروند و خود قمندان ظفر هم به جنگ رفته است. میتوانی فرار کنی. او برایم قسم داد که اگر دزگیر شدم به کسی نگویم که او مرا کمک کرده است تا فرار کنم. من هم پذیرفتم. لباسهای قمندان ظفر که در خانه بود پوشیدم و با پتو صورتم را پوشانده فرار کردم. وقتی خوب دور رفتم، یکی از پوسته های نظامی را دیدم. با آنها گفتم که به من کمک کنید. قمندان ظفر مرا اختطاف کرده است. با شنیدن نام قمندان ظفر گفتن نه خیر، ما این کارا کده نمیتونیم چون او خیلی نفوذ داره. برایشان عذر کردم. یکی از سربازان به من دل سوختان و مرا در آنجا نگه داشت. وقتی پرسیدم که اینجا کجاست، گفتن یکی از ولسوالی های کندوز است. یعنی مرا خیلی دور آورده بودند. شب را در پوسته خانه ماندم. حتی به این نظامیان هم اعتبار نداشتم. از ترس میلرزیدم. تمام شب را بیدار بودم. از شدت ترس تب شدید برایم رخ داد. اما باز هم مقاومت کردم. یک روز بعد مرا سوار موتر نظامی برده و در مرکز ولایت بر ریاست امور زنان تحویل دادند. بعد از پرس و پال زیاد آنها برایم گفتند که مرا با چندین زن دیگر به کابل به خانه امن میفرستند. اما من از آنها خواستم که یک بار با خانواده‌ام تماس بگیرند. کسی به حرفم گوش نداد. خیلی اصرار کردم. بالاخره یکی از مسئولان برایم گفت به خاطر که من در وقت اختطاف شدنم برادر خانم برادرم را شناسایی کردم، پس باید یک مدت از هر نوع تماس تلفنی با خانواده‌ام خودداری کنم. به خاطر که قمندان ظفر میتونه از آن طریق اطلاع حاصل کنه و به خانمی که مرا کمک کرده است ضرر نرسانه. بعد از 2 سال همکاری وزارت با ما، وقت تیم محلیشان به آدرس خانه ما رفته بودند، گفتند آنجا کسی به این نام زندگی نمی کرد. همسایه ها گفتند که بعد از گم شدن دخترشان از آنجا کوچ کردند. ما حالا 2 سال از اینجا بسر می برم و هیچ نمی دانم خانوادم کجاست و سرنوشت من چگونه خواهد شد. پایان داستان. شنونده های عزیز، ای بود داستان دردناک دختر جوان که تقدیمتان شد. امیدوارم روزی بتواند خانوادهش را پیدا کند و به خانوادهش کسی آسیب نرسانیده باشد. افغانستان ژورنال، آینه واقعیت ها. ما بهترین ها را تقدیم شما میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.